درود دوستان عزیزم به کانال خودتون خوش آمدید لطفا با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید سپاس خامنه ای به مرحله ای رسیده که ابراز خشم و نفرتش از مردم ایران رو به شکل علنی بیان میکنه چرا چون شعارهای مردم رو شنیده از حال جامعه خبر داره و میدونه که اکثریت مردم ایران از خامنه ای و نظامش نفرت دارن و اما خامنه ای و نظامش هم از مردم ایران نفرت دارن اسم این وضعیت چیه؟ روی روی بزرگ؟ توصیه من اینه امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است خلاصه که جمهوری اسلامی و رهبرانش نه تنها مفاهیم بلکه معانی واژگان رو هم به ابتزال کشیدن خدا رحم ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 روز گذشته سقوط متروپول و آوار روی ده ها انسان مرگ نزدیک به 50 هموطن سرقت هالیوودی از بانک ملی ترور چند دانشمند و نظامی جمهوری اسلامی هک سیستم و دوربین های شهرداری طوفان گرد و غبار کمابی افزایش دما قطعی برق تورم دلار ۳ هزار تومنی تصادف قطار و مرگ 21 هموطن تا الان آیا به نظر شما این اتفاقات در یک کشور با سیستم سیاسی عادی و نرمال اتفاق میفته و اینکه آیا کسی میتونه پاسخ بده که بیل مکانیکی زنجیری روی ریل آهن چیکار میکرده در همین رابطه اخبار ساعت دو از خروج قطار از ریل از کشورهای دیگه که یک امر کاملا طبیعیه میگه و باید بدونیم که شارلاتانیزم جمهوری اسلامی داره به مراحل جالبی میرسه با بالا رفتن تعداد کشته شدگان سانحه قطار مشهدی است و حضور معترضان در این شهر اینترنت همراه و خانگی در این استان قطع و از دسترس خارج شده بدون هیچ تعارفی در تاریخ هیچ کشوری به جز فلورانس 1456 اینا چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن یعنی یک فاجعه است یک تراژدی ملی اگر دانته بود کمدی ایران... ایرانی نمی نوشت تراژدی ایرانی می نوشت در این بعد از جنگ میریم چند میلیارد دلار وارد ایران شده زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدی نقدی نگی ریخت اون کشور بله اوکی بله. حالا اگر, اگر, ایران این نقدی نگی رو پیشکش نمیکرد به حزب الله به حماس در سوریه هزینه نمیکرد اوکی من این سه تارم هوتی زیاد مهم نیست شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید حداقل اون شاه این خرد رو داشت این هوشمندی رو داشت رفت شرکت های خارجی رو خرید اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان بعد بره اونجا رو اشغال کنه ببینید این مردم حق دارن از رضا شا قدردانی کنن از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت این مردم این حق شناسی رو درست سالها گذشت درست مصدقی ها تودهی ها که جپه ملی آمدن توهین کردن آخرش برد رضا شا برد وقتی رضا شا برد یعنی این نسل جدیدم برد آجاد. و این در حالیه که حتما در ترکیه هم تورم بالاست در آمریکا هم ساختمان فرو می ریزه. در هند هم قطار از ریل خارج میشه. در نیجریه هم به بانک دست برد در چین هم هوا آلوده میشه. در کره شمالی هم تحریم ها فلج کننده است. اما تجمیه همه این اتفاقات در یک کشور معنی مصرف شدن اون کشور رو داره. به نظر شما سید علی خامنه ای از کدام دوجمن در جمع نادانهای حامی خودش میگه؟ کدام دشمن در پای تخت کشورمون میتونست هواپیمای مسافر بری رو با 176 مسافر با دو موشک بزنه؟ کدام دشمن میتونست با سه برابر کردن قیمت بنزین که رئیس جمهور وقتش حسن روحانی گفت تازه جمعه فهمیده که بنزین گران شده یعنی دولت رسما اعلام کرد که هیچ نقشی در گرانی نداشته جگرگوشه های معترض مردم رو با تیربار پرپر پر پر کنه و اون رو اختشاشگر بگه کدام دشمن میتونست فایل صوتی سرداران سپاه پاسداران رو که صحت اون رو سپاه پاسداران رسما تایید کرده بود لجن پراکنی دشمن بگه کدام دشمن میتونست شوهر خاله عروسش خاوری همسر مشتبه خامنه ای رو با سه هزار میلیارد تومن دزدی آن زمان از بازداشت نجات بده و راهی کانادا کنه کدوم دشمن میتونست واردات واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی رو ممنوع کنه تا با جان مردم کاسبی کنه و بیش از دویست هزار هموطنمون رو بکشه جنایات این شخص رو کدوم دشمن میتونست مرتکب بشه باید از مسئولین قدر شناسی کرد <applause> اگر نمیدونید که در شهرداری تهران چه اتفاقی افتاده بذارید توضیح بدم اول اینکه کل حافظه و سایت تهران من به فنا رفت. دوم، تمام سوابق شهرسازی و تدوین ضوابط. سوم، از کار افتادن کلیه دوربین های شهرداری. چهارم، به فنا رفتن بخش خرید بلیت. پنجم، به فنا رفتن سوابق عوارز کلیه شهروندان. به گمانم معما حل شد. یعنی اول دوربین های شهری را از کار انداختن در پنجشنبه. بعد اسناد خاصی را از صندوق امانات خالی کردند جمعه و بعد سرور اداره گذرنامه و فرودگاه را از کار انداختن در بامداد شنبه و فلنگ رو بستن در یکی از امنیتی ترین خیابانهای تهران تعداد زیادی صندوق امانات بانک ملی رو خالی کردند در حالی که 200 متر بعد از بانک یک کلانتری و حدود 500 متر پایین تر نهاد ریاست جمهوری و قوه قضایی است واقعا چه کسی به جز خودشون میتونست چنین کاری کرده باشه؟ هم سابقش رو دارن و هم تخصص و هم امکاناتش رو فقط میمونه علتش آیا چون پول موجود در حسابها دیگه کفایت اختلاس رو نمیکنه و جز با دست برد مستقیم به اموال مردم اموراتشون سپری نمیشه یا دلیل دیگه ای داره البته با کمی نکته سنجی راحت میشه متوجه شد که وقتی میگن تولید ملی و ثروت ملی در اصل میشه تولید ملا و ثروت ملا ما اشتباه میخونیم و میگیم و این بندگان خدا اختلاس نکردن مال خودشون رو میبردن این دارایی از غنایم اسلام است در همین رابطه روایتی جدید از جزئیات سرقت از بانک ملی شعبه ممتاز یک منبع آگاه در پلیس با اعلام این خبر گفته سارقان تعداد زیادی از صندوقهای امانات و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ این شعبه را سرقت کردند بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرده حادثه شعبه دانشگاه این بانک به بروز برخی خسارات محدود به صندوق امانات منجر شده و علل بروز این حادثه پس از بررسی های نهایی به زودی اعلام تعدادی از سارقان در تعطیلات اخیر از ساختمان مجاور وارد شعبه ممتاز بانک ملی واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران شدند و حدود 250 عدد از صندوق امانات را باز و اموال داخل این صندوق ها را به سرقت بردند. و این در حالیه که سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رئیس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشه فقط به موبایل رئیس بانک متصل بوده و این سرقت به موبایل رئیس بانک پیامک شد اما به دلیل اینکه در سنوات گذشته این سامانه هشدار اشتباهی داده بوده رئیس بانک به این پیامک اعتنایی نکرده و فکر کرده که مانند دفعات قبلی پیامک اشتباهه و اما حجم و عدد و رقم سرقت هنوز مشخص نیست زیرا بانک از محتویات داخل صندوق امانات مطلع نبوده در همین رابطه افشاگری جالب شعبه قارت شده بانک ملی اصلا صندوق امانات نداشته کاربرد صندوق امانات بانک ها فقط حفظ طلا و جواهر و پول نیست یک کاربرد حساس آن مخفی کردن اسناد و مدارک فوق مهمه و اینکه اسناد دارای ارزش امنیتی رو میتونن در جایی قرار بدن که در صورت بازرسی یا سرقت از خانه قابل کشف نباشه. حتی سازمان های حکومتی هم ممکنه ساختمان خودشون رو برای نگهداری بعضی از مدارک امن نبینن و ممکنه معناش این باشه که مشتریان خاص در این شعبه صندوق امانات داشتن و سطح حفاظتی بخش صندوق امانات این شعبه آنقدر بالا بوده که نمیخواستن هر کسی بتونه به این بخش دسترسی داشته باشه این برای اولین بار داره از تلویزیون پخش میشه و حالا برای اولین بار افشا شد که حضرت آقا یعنی سید علی خامنه ای چهار سال در یک کانتینر صد متری زندگی کرده بعضی از محافظین حضرت امام بعد از این که ایشون حالا در بار رهرت کردن رفته بودن خدمت آقا یه چند تاشون یا آقای ابراهیمی نامی که خب یه مقتعی هم خدمت حضرت آقا بود می گفت که ما وقتی رفتیم خدمت آقا خویشون منزلی که داشتن یه منزل دولتی بود که ریاست جمهوری بود شون جایی نداشتن برای رهبری می گفتن که میخواستن ساختمون درست کنن برای ایشون یعنی خونه درست کنن آقا مخالفت کرده بود و میگفت ایشون چهار سه چهار سال تو کانتینر زندگی کردن اول رهبریشون سال بله یعنی این, این آقای بچه های محافظ میگفتن ما خودمون کتاب‌ها مخ... کتاب ها رو از اون منزلی که ایشون رئیسیون بور بود که دولتی هم بود مال آقا نبود دولت بهش داده بود کتاب‌ها خ... کتاب ها رو اووردیم تو کانتینر گذاشتیم حتی موکت کردیم خود ما کارا رو انجام دادیم و آقا سه چهار سال تو کانتینر زندگی کرد یعنی از ساعت ساعت تا هفته دیگه بله, انقلاب ایران. بله. خب واقعا این عجیبه یعنی برا... میگم که این برای اولین بار داره تو تلویزیون پخش میشه اینکه و آقا گفته بود نه همین کانتینر خوبه من یه خونه میگفت تقریبا 100 متری بود یه کانتینری که تا سه چهار سال ایشون اول رهبرشون تو کانتینر بودن و خب واقعا برای مردم دنیا باید جذاب باشه که یه کسی که میتونه بهترین امکانات داشته باشه اینو میخوام بگم که ساده زیستی که حضرت آقا داره واقعا خب ایشون بالاخره استادش بود مرادش بود حضرت امام عین زندگی این بچه های محافظ میگفتن واقعا زندگی حضرت آقا و حضرت امام هم, هم همینطور در سطح مثلا مردم متوسط یعنی <applause> در این حد وسایل زندگی شو شو گفتن ما باشون زندگی می کردیم بعد میگو ما خودمون موکت گذاشتیم پهن کردیم <applause> تو این کانتیرن <applause> <applause> ما کتاباشو او بردیم چون محافظ بودن دیگه بعد انجام میدانه بعد میگفتن که بعدش مسئولین امنیتی با اصرار به حضرت آقا که ممکنه مثلا مسئله امنیتی پیش بیاد خونپاره بزنن موشکی اصلا امن نیست اینجا دیگه خیلی با اصرار در واقع آقا قبول کرده بود که مثلا حالا یه کانتینر رو تحویل بده و و در واقع توی منزله خیلی هم بهترین ها رو برای تک <مع> تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش